یه دکتر بزن بهادر داریم و این همه مشکلات تاکتیکی که اگه خوب نگاهشون کنی اونا هم استراتژیکی هستن، اما بی خیال استراتژی تاکتیک، جمال معرفت دکتر عشقه. قربون آدم با معرفت دار. یه سوال، علم بهتره یا ثروت؟ هیچ کدوم، یه ذره معرفت اون. آقا مازم بزرگ نکن دیگه ناکل. اگه راست میگی میخواستی تو مدرسه که انشا میدادن برای معلمت مینوشتی معرفت بهتره، تا وقت با ترکه انار یه معرفتی نشونت بده که جاش تا همین امروز تو ترت بمونه. ناکل برو سر سوالات که حوصله ندارم. زبون درازیه رو کردم آقای دکتر که سر سوالات ندارم. آخه چی بگم دکتر، چرا به داد نمیرسی؟ از دست داره میره عراقا. مقام عظما اومد لقمه رو گاز بزنه، همچی کشید که دندونه مصنوعی مقام عظما افتاد تو لیوان. پدرت بفهم ناکس، تو زیر پوش دفاع از مقام عظما دندوناشو ریختی فکشون رو پیاده کردی. ناکس تو حرفت با مالکی نیست، تو دست میذاری رو نقطه استراتژیکی فشار میدی. رود نمیشه به مقام عظما چیزی بگی. این بدبختی وسط انداختی جلو که گماشته مقام عظما باشه. زورت به خر نمیرسه، میذاری پای کره خر میشکنی. ناکس خجالت نمیکشی، تربیه هم میگی مقام عظمای تلس شکسته وارفته یه پیزونی عزگل. دکتر حرف تو دهن من نذار، تو که با خر شروع کردی اگه جلوت واناسم، اگه وادارت نکنم که از رو جسد من رد بشی تا بدبختی های مقام عظما رو یکی یکی بشماری، بعدش هم میخوای بگی روزخون دوزاری که دیگه گماشتش هم حرفاشو به کشک نمیره. ولی چون دوست ندارم جسدم این وسط زیر دست و پا له بشه، میکشم کنار، راه باز، جاده هم دراز، تو هم بگاز. ناکس گردن من ننداز، هر چی دارت میخوام به مقام عظما میگی، بعد بگی چی شده، یک خیال کردی چی پرچم سفید بلند کردی که تسلیم بشی. نخیر، چه خوب شد که دعوام کردین که دوزاریمو انداختی. چرا من ندونسته به این بدبخت مقام عظما پیله کردم؟ اون فلک زده که به اندازه کافی بدبختی داره. یکیش همین صالحی وزیر خارجه که سال بعدیم در مورد همینه. این جناب آقای صالحی وزیر محترم خارجه شعور که نداره، شانس هم نداره که اقلا یه بار یه خط درستی رو اجرا بکنه و به یه نتیجه برسه. مثلا وقتی باید به انگلیس التماس کنیم میتوپه، بعد که باید بتوپیم میگه دیگه نظام نای توپیدن نداره و التماس میکنه. اشکال کارت میدینی کجاست؟ اشکال کارت اینه که نمیفهمی راجب چی داری صحبت میکنی. داریم راجب صالحی صحبت میکنیم، فهمیدی یا نه؟ تو میدینی فرق صالحی با فندق چیه؟ میدونم آقای دکتر، ولی شرط ادب و به جا میارم و نمیگم تا خودتون بگید. آدم بچه‌هاس بلیط بختازبایی بخره 6 ماه زندان برش در میاد. فرق فندق با صالحی، فندق با همه هیکلش یه مغز داره به این کوچیکی، ولی صالحی بدبخت اونم نداره. فهمیدی یا نه؟ مثال میذارم برات. اون وقتی که انگلیس به جزایر آرژانتین حمله کرد خودم خبر بهش دادم، گفتم شنیدی انگلیس آرژانتین رو زده؟ مشهد گفت کی؟ مگه برزیل اول نشد؟ این درجه شعور سیاسیشه، اینو داشته باش. پس انتظار خط درست از این مشنگ نداشته باش. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، هر میکردن بله، میفهمودن که یارو داشت تو کوچه دنده عقب میرفت همینجوری. گفتن چرا دنده عقب میری؟ گفت میترسم برم تای کوچه بعد اونجا جای دور زدن نباشه گیر بیفتم. گفتم باری کلا چه فکرایی کرده، باشه برو. بعد از چند دقیقه دیدن داره برمیگرده، دوباره دنده عقب داره برمیگرده. گفتن چی شد؟ گفت چی، رفتن تای کوچه دیدن جای دور زدن داشت. روشن شد یا همچی بذارم که دور خودت بچرخی در دقب از استودیو بری بیرون. آیه دکتر، برای جلوگیری از هر گونه احتمال دعوا و مرافعه تو دقایق آخر یه سوال داشتم در منتهای صلح و صفا و در منتهای دلسوزی برای مقام عظما که وجه اشتراک من و شماست. در طول برنامه به اندازه کافی دعوا کردیم آقای دکتر. چه صفایی داره کنار آدم چیز فهم دانشمند نشستن؟ بله اختیار داره آقای دکتر، مادرم هم اتفاقا همینو میگفتن. آدم چیز فهم دانشمندی که توانمندی های بالای استراتیجیکی هم داشته باشه، صفا میکنی برای خودت کنار ما نشستی ها. دلخورم، ولی باشه برای هفته بعد. آقای دکتر، این مقام عظما چرا اخیرا تو همه سخنرانی هاشون آه و نالشون به هواس؟ برای روحی بسیجا که خوب نیست. برم تا اگه مثل ایشون مجبور می شدی پشت سر هم جام زهر بندازی بالا صد برابر ناله می کردی. قربونه جام زهر مگه خودشون میل نمی کنه آقای دکتر؟ آدم که از کار خودش آه و ناله نمی کنه که. ایشین بابا خودشون میل می کنن. آقا رو مرحوم عبوی همیشه می فهمودن بزن با حضور. عرض می کردم بله،
میفهمدن که یارو شوته، باباشو با خودش برداشت برد دکتر اونجاست. گفت دکتر به دادم برس سم خورده. دکتر گفت خب پس چرا سر و بدنش کبوده؟ یارو گفت آخه ناکس به زبون خشک نمیخورد. آی دکتر من هیچی نمیگم، نای دعوا ندارم، دعواها وسط برنامه کردم که کار به اینجا نکشه. اتفاقا اون دعوا دستگردی بود، برای همین دعوا همینجا بود که میخواستن یقت رو بگیرم که بفهمم اون کسی که از اول برداشت زیر چتر صحبتهای در مورد گماشته های مقام عظما به خود مقام عظما هرچی درش من گفت همین. آی دکتر من هرچی به مقام عظما بگم حق دارم، ولی تو که استراتژیست نظام هستی، تو که استراتژی رو سرش کردی توی گل.